هشدارتون به صالح و اعضای پارلمان. معاون نخست رئیس جمهور با متهم ساختن اعضای پارلمان با فساد گسترده میپذیرد که حکومت نتوانست اعضای متهم با فساد این نهاد را به دادگاه بکشاند. امرالله صالح در دومین بخش روز نخست نشست ژنو درباره فساد اداری در افغانستان میگوید که تاکنون هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن در فساد را نپرداخته و برای تامین عدالت باید و مسئولیت آنها پایان داده شود. دومین بخش نخستین روز نشست ژنو درباره افغانستان بر فساد اداری متمرکز بود. معاون نخست رئیس جمهور در این نشست هرچند از اراده جدی حکومت در کار مبارزه با فساد یاد میکند، اما برخوردهای تحمیلی جامعه سد راه مبارزه با فساد در افغانستان را نگران کننده میداند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور میگوید به اجماع سیاسی نیاز است که نداریم. هر باری که میخواهیم اقدام قاطع انجام دهیم از سوی جامعه جهانی هشدار داده میشود که بر جای پاکسازی فساد اقدام سیاسی کنیم. برخی از مفسدترین ها به نام اقدام سیاسی بر ما تحمیل می شوند. برخی از قاچاقبران شناخته شده مواد مخدر به نام صلح رها شدند. امرالله صالح پارلمان کشور را به فساد بزرگ متهم می سازد و می گوید که هنگام آماده سازی سند بودجه اعضای این نهاد، وزیران را از بهر تحمیل خاصهای غیرقانونیشان با برکناری تهدید می کنند. آقای صالح گفت فساد برخی از اعضای مشخص پارلمان بسیار بزرگ است. بسیار بزرگ. تا کنون متاسفانه افغانستان نتانیسته هیچ یک از اعضای پارلمان را به دادگاه بکشند. این یک گوشتا فراموش شده. تا کنون وزیران، جنرال ها، رئیسان و حتی سیاستگران بلندپایه محکوم شده. اما هیچ عضو پارلمان هزینه دستشان را در فساد نپرداخته است. در همین حال سفیر غیر نظامی ناتو بر پایان فساد اداری در افغانستان تاکید می‌ورزد. استیفانو پدنیتکورو سفیر ملکی ناتو در افغانستان گفت فساد اداری در افغانستان باید از بین برود. نیازمندی‌های مردم افغانستان باید در اولویت باشند. ماموریت آموزش ناتو و صندوق اعتماد ارتش ملی افغانستان به مبارزه با فساد و ایجاد نهادهای امنیتی قوی کمک می‌کند. افغانستان از جمله فاسدترین کشورهای جهان شمرده می‌شود. این پدیده افغانستان را در نزد جامعه جهانی با انتقادهای بسیاری روبرو ساخته است. ظاهرا تلاش‌های زیادی برای ریشه‌کن ساختن آن صورت گرفته، اما این تلاش‌ها نتیجه دلخواهی به همراه نداشته است.